یک بانو در هرات با راه اندازی کارگاه تولید زیورالات بومی توانست علاوه بر مشتریان داخلی خریداران خارجی را هم به خود جلب کند. به گفته وی زنان حتی با گام های کوچک می توانند در اقتصاد خانواده ها نقش مهمی بازی کند. سید حسن حسینی سری به کارگاه این بانو زده است. سنگ و چرم و ابریشم را با هم پیوند می دهند تا در نهایت به این شکل گوشواره، دستبند، گلوبند و سایر زیورالات بومی بسازند. گروهی 13 نفره از بانوان که همه روزه اینجا در کارگاه تولید زیورالات جمع می شوند. ما نیاز به کارگاه داریم، نیاز به حمایت دولت خیلی زیاد داریم که کارا ما از طریق دولت به کشورهای خارجی فروخته شه. به باور وی رشد صنایع دستی هرات در سالهای اخیر همراه با کیفیت بوده است. او میگوید که کالای تولید شده اش علاوه بر داخل مشتریان خارجی زیادی دارد. که سنگ های داخل کشور خودمونه که از شوردی بر هرات اون رو تهیه میکنه و بعد از او استقامت کار ما خیلی زیاده و کسایی هم که خارج از کشورن خیلی کار ما رو میپسندن، مثل ایران، ترکمنستان، حتی کشورهای خارجی مثل ایتالیا، دیگه آلمان. در همین حال اتاقهای تجارت و صنایع بانوان غرب کشور میگوید که برای رشد صنایع دستی زنان دوره های بازاریابی و آموزش انکشاف سرمایه را در آینده روی دست دارد. پکیج های در ارتباط به چگونگی انکشاف سرمایه، چگونگی بازاریابی، چگونگی تدویر نمایشگاه ها و چگونگی تزیین و زینت دادن به غرفه هایی که بتونه بیشتر مشتری جلب کنه. با تمام اینها با باور آگاهان اگر دولت برنامه های منظمی برای رشد تجارت و سرمایه گذاری های خصوصی زنان داشته باشد آنها نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی خانواده ها ایفا کرده می توانند.